درس امروز ما شما مرتبه یا درجه متریک شد. اینجا ام تعداد سطرها یا قطارهای افقی است و این هم تعداد ستونها یا قطارهای عمودی است. اگر شما ام در ام نوشته کنید، طرز خواندن از این است ام در ام، ام در ام. این امید برمان بنام درجه یا مرتبه متریکس یاد بشه. خوش بود. اما شما ام ضرب ام که نقطه و نشانه است، یعنی ام همراه ام چی میکنی؟ ضرب. ام در ام ضرب نمیشه، اما ام ضرب نقطه که باشه ضرب میشه. اگر ام باز ام همراه ام که ضرب کنی، حاصل ضربش هرچی که شد نشان دهنده این دیده ناصر متریکس میشه. آفرین شما، متوجه بشه. ببینیم مثال اول شاگرده عزیز اینجا آمده که متریکس یک و منفی سه و صفر دو چهار. گوش کن، این ها شما اتصاب میکنیم قطار افقی اولی، قطار افقی دومی. ای ما اما چی گفته بودیم؟ تعداد سطرها دوتا، تعداد سطر دوتا شد. آفرین شما. این قطار عمودی اولی و این هم دومی و این هم سه اومی. پس تعداد ستونها سه دان سعی شده انشاءالله. پس نتیجه میگیریم تعداد قطار افقی سطر دو، یک قطار افقی دو قطار افقی شد. تعداد قطار عمودی یک تا دو تا سه تا. اینا رو ببینیم که در سوال چی گفته. گفته مرتبه متریکس، مرتبه متریکس گفت ام در ان میشه، ام در ان، دو در چند سه. شما حق نداره که بگید دو سه چند شش. وقتی شما این دو سه را ضرب میکنی و شش نشته میکنی، کمی متریکس را پرسان کنه و بگه چند انصار تا که تعداد انصار متریکس پرسان نشده. شاگرده عزیز شما دو را با سه ضرب کرده، فقط در فرم معامی میباشه. همین متریکس اگر در کنکور بیار مرتبهش میشه دو در چند سه. دو در سه بایی مانا که دو ست رو سه ستون داره، اما سه در دو اگر شد با سه ست رو دو ستون. یخی دو در سه یادتان باشه با سه در دو مساوی نیست. آفرین شما. پس این متریکس مرتبه شد دو در سه. دو قطار افقی داریم و سه قطار عمودی داریم. بازم تاکید میکنم زمان این ایده حق نداره نشته کنی جوابش چند شش. این امیتو نشتهش میکنم. وقت شما یا ضرب میکنیم که در این متریکس بگه چند عنصر دار، زمانی که تعداد عناصر پرسان شد با ام همراه ام ضرب میشه، در غیر صورت فقط نشته میشه. پس این متریکس ما شاگرده گرامی متریکس چند شد؟ دو در سه. نشته گرامی سوال اول بود متریکس دو در سه مرتبه شد. خطای دیگه لکچر میشه گرم نمیدن. در اینجا شاگرده این هر دردیس سطر چند دانه شد؟ امیره بفامین؟ دو تا شد. ستون چند تا شد؟ سطر تعدادش با ستون مساوی نشد. این را متریکس مستطیلی. هرگاه که تعداد سطر با ستون مساوی نشد شاگرده گرامی، این را برای متریکس مستطیلی یاد میکنیم. سوال دیگه شاگرده هست ببینیم سه چهار هست ستون اول، چهار پنج ستون دوم هست. خود متعیزی باشد این قطار افقی اولی، این قطار افقی دومی. پس شاگرده گرامی من نشته میکنم تعداد سطر دو، تعداد سطر دو، قطار عمودی اولی، قطار عمودی دومی، تعداد ستون هم دو، تعداد ستون هم دو. دیگه اینا را پرسان شده که مرتبه پرسان شده نیم مرتبه متریکس. شاگرده گرامی مرتبه متریکس مثل میشه بر ام در ام، دو در دو. بازم تاکید میکنم که شما حق نداره که دو ضرب دو شد و چهار شد. ضرب نکنی شاگرده گرامی، فهمیدی؟ وقت ضرب میکنی که امیده پرسان کنی چند انصار دار، تا که پرسان نشده که امی متریکس داره چند انصار است، شما حق نداره که ام باید ضرب کنی، فقط نشته میکنی. پس این متریکس ما شد دو در دو. شاگرده گرامی در این متریکس دیده که سطرها دو تا، ستونها تعداد سطر با ستون مساوی شد. وقتی تعداد سطر با ستون مساوی شد متریکس مربعی، اما در مثال اول مساوی نشد، متریکس مستطیلی بود. آفرین شما. باز نشته کنیم در سوال سیم شاگرده گرامی متریکس هست یک عنصر داره که فقط چیست؟ دوازده است. پس اگر بگیم قطار افقی هم یک، قطار عمودی هم یک. این نشته بگیریم ام هم مساوی به یک، این هم مساوی به یک. پس شاگرده عزیز درجه متریکس مساوی میشه ام در ام،
یک در ایام چون تعداد سطر و ستونش با هم یک متریکس یک در یک مربعی است. مشتاق اساسیست. حالا شاگرد گرامی، ما برعکس همین مرتبه متریکس کار میکنیم. متریکس دو در دو را تشکیل دهید. از اینجا که تو معلوم میشه که تعداد سطر هم دو، تعداد ستون هم دو. چون شاگرد هم یاد است برش مشکل است، من ایتو میکنم. اینا دو سطر دارد. تو خط چی رسم میکنم؟ افقی. یعنی دو سطر. و دو ستون داره دو خط عمودی. اینجا باز تکرار میکنم. این سیستم تا میاد بگی. چون نو یاد هستی تا معاصر است. دو در دو. دو یعنی دو سطر دو خط افقی. دو سطر دو خط افقی. دو ستون دو خط عمودی. گپ گرفته انشالله. بعدا نقطه های تقاطعشان را میبین. از روی نقطه های تقاطع متریکس تشکیل میدی. اینی از لحاظ تحریف یاد دارید شالا کی میگه؟ سطر اول ستون اول، سطر اول ستون دو، سطر دو ستون اول، سطر دو ستون دو، یک و یک، یک دو و دو دو. اینه شاگرده هست. ما متریکس تشکیل دادیم. کدام متریکس دو در دو را. همین سیستم خیلی کمک کننده و خیلی آسان میشه شاگرد گرامی. یک مرورش کنیم دو سطر و دو ستون. خیلی دو خط افقی رسم کنیم، دو خط عمودی. درست است انشاءالله. نقطه های تقاطعش رو بینیم. یک تا، دو تا، سه تا، چهار دانه میشه. آفری، چهار دانه میشه. گوش کن. بلال شاگرد این میشه چند؟ یک و یک. سطر اول، ستون اول. سطر اول، ستون دو. سطر دو، ستون اول. سطر دو، ستون دو. این نقطه های تقاطع نامگذاری میشه. یک و یک، یک دو. دو یک، دو. یک و یک، آر یک از جی، یک است. اینجا آر یک از جی، دو است. اینجا آر دو از جی، یک است. اینجا آر دو از جی هم دو است. آفرین شما. بگیریم. اول پنجم است که متریکس دو در سه را تشکیل دهد. اما اینکه توجه کنم. دو سطر دارن؟ سه ستون دارن. این شده یکیم سطر اول؟ سطر دو. ستون اول؟ ستون دو. ستون سه و. سعی شده انشالله گوش کن. این میشه سعی کنیم یک و یک، یک دو، یک سه. ای دو یک، ای دو دو، ای دو سه. خلاص؟ این حالی میشه ای یک و یک. سطر اول، ستون اول. سطر اول، ستون دو. سطر اول، ستون سه. ای دو یک، ای دو دو، ای دو سه. اینه شاگر دارید، تشکیلش. مشکل تو نیست انشالله. اینه دو خط افقی از کجا فهمیده؟ دو سطر دارم. سه خط عمودی از کجا فهمیده؟ سه ستون دارم. ای یک و یک، ای یک و دو، ای یک و سه. یعنی سطر اول، ستون اول. سطر اول، ستون دوم. سطر اول، ستون سه. سطر دوم، ستون اول. سطر دوم، ستون دوم. سطر دوم، ستون سه. این متریکس تشکیل شده. این متریکس تاکید میکنم. اولی آی از دومی. آی یک جی، یک. آی دو جی، آی یک جی دو. آی یک جی، سه. آی دو جی یک. آی دو جی هم دو. آی دو جی سه. اینی متریکس تشکیشت. و این متریکس جدید ما یک متریکس دو در سه. اگر دو را با سه ضرب کنه دو سه. یک دو سه. چهار پنج شش. اگر این دو تا با هم ضرب شد. حاصل ضربشان. نشان دهنده تعداد عناصر متریکس است. مشتاقم. بینید شاگرد های عزیز. آره متریکسی را تشکیل میتیم که سه سطر رو سه ستون دارم. یک سطر، دو سطر، سه تا. یک ستون، دو ستون، سه ستون. اینمی نقاط تقاطع و عناصر متریکس است. و انشالله که غلطی نمیشه. متوجه باشه. این نقطه ما شاگرده سطر اول، ستون اول. یک دو، یک سه. میشه ای دو یک، ای دو دو، ای دو سه، ای سه یک،
S2 S3. سعی شد؟ های مرتبه متریکس معمولا اینجا نوشته میشه سه در سه. گوش کن، سوال دیگه تو جور شده که در متریکس AIJ دو در سه ست عناصر ستونه، یک شبه تو اساسی کار میکنم با دیگه شبه کنکوری براتون میگم فکر دیگه رو میگم. این حالا دو در سه دو سطر، یک ستون دو ستون سه ستون. این حالا سکنه این ستونه اول، ستون دو، ستون سه. کل شما اول تشکیل میتونم باز کنکوری شما میگم یک و یک، یک دو، یک سه، ای دو یک، ای دو دو، ای دو سه. اما تو نیست؟ تو تو نیست ایمه بینیست؟ خیلی دوشتا میکنیم عناصر ستش هست. تو تو نیست چند داد سه؟ قوس بزرگ. ای چند؟ ای یک سه کاما. آفرش. صحیح شد؟ این را سعی کنی به شکل کنکوری اگر بخواهی رسم کنی طریقه خلاصه. طریقه چی؟ کنکوری. طریقه کنکوری تو رشته بکنی ای. سعی کنی ستون چندو؟ سیون. پس این معنی داره که حرف جی تان باید جی در دوش چند باشه؟ سی باشه. جی چند باشه؟ سی. ستون چندو گفتن؟ ستون سیوم، پس جی سی میشه. ستون چهارم بگویم جی چهار میشه. ستون پنجم بگویم جی پنج میشه. حالا جی تا چند شد؟ این حالا آی تا تا عدد نوشته کنی تعداد سطر زیاد نشد. چند سطر است؟ دو سطر است. نه پس یک دفعه یک بود، یک دفعه دو، یک دفعه یک، یک دفعه دو. اگر متریکس تان سه در سه میبود باز یک دفعه یک میدادی، یک دفعه دو، یک دفعه سه. اگر متریکس تان چهار در سه میبود باز چی میشد؟ ای یک و سه دگر، ای یک و چهار، ای دو و چهار، ای سه و چهار میشد. نه بنان شاگرده گرامی طریقه کنکوریش هم نیست، چون ستون چندم گفتم سوم. شما عناصر دومی را سه نوشته کنید، عناصر دومی سه. آیه ها را چطور تعیین میکنید؟ چند سطر داره؟ دو سطر. یک دفعه یک، یک دفعه دو. در دو طریق شاگرده هایتی جواب ها کاملا یکسان است. با طریقه کنکوری با در پرکتس زیاد یاد میگیرید شاگرده هایتی. صحیح شد؟ مشتاقی. سوالی توست که در متریکس AIJ دو سه در سه متریکس مربعی است. متریکس چیست؟ فطر اصلی و فرعی وقت پرسان میشه که متریکس تا مربعی باشه. در دیگه متریکس ها پرسان در فطر اصلی ها تا میشه که آی با جی مساوی است. خیلی چی مانا داره؟ گوش کن، عناصر فطر آفری این را لست کنیم. ای سعی کنیم سه ست رو سه ستون، ای یک و چند؟ یک، ای دو، ای یک و دو نه دیگه، ای دو و دو، ای سه و سه. قدر اصلی رو طوره میچینه که آی جیش با هم، آی چند است؟ جی چند است؟ آی دو جی دو، آی سه؟ خلاص پیدا شد به شکل کنکوری. فهمیده گفت؟ این حال اگه کلافش نفهمیده گفت مجبور استی که با جناب که تشریح کنی یک سطر، دو سطر، سه سطر، یک ستون، دو ستون، سه ستون، ای سه ستون شد. خطر اصلی همی نیسته؟ همی کدام خطر است؟ خطر اصلی است. پس این را لست کنم؟ خب گوش کن، کلش را تشکیل میتونم، کل متریکس هم را تشکیل میتونم برد. خب فکر تا بگیدیم تمامش هم، اینجا چی میشه؟ ای یک دو، ای یک سه، ای دو یک، ای دو دو، ای دو سه، ای سیو یک، ای سیو دو، ای سیو سی. گفت فهمیدی؟ این حال سکت قطر چی؟ قطر چی شد؟ اصلی شد. در قطر اصلی بیبی که چی گفت هست؟ یک آی، یک جی، جی چند؟ یک. قرص ایگان آی، آی هم یک هست؟ جی هم یک هست. آی دو، جی هم دو، آی جی هم. دیده که در این یادت باشه این جمله تلویی در قطر چی؟ مثلا متریکس میاره ده در ده، تو وقت نداری که ده سطر رو ده ستون رسم کنی، اما اوشاق بستی دلکچه هست اشتراک کردی گفت فهمیدی که برات گفتیم که در قطر اصلی آی جی با هم
پس وقتی میگه در 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 از یک و یک دو دو سه و سه تا در 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 تا در در مشترک فهمیدی؟ بنام شاگرده گرامی این هم در قدر اصلی آی با جی مساوی است خیلی ناصر قدر اصلی ای یک و یک ای دو دو ای سه و سه اگر متریک چار در چار میبود ای چار و چار اگر پنج در پنج میبود ای پنج در پنج اگر شش در شش میبود ای شش و شش فهمیده شده شد؟ اینی تکنیک کنکوریش و این طریقه حساسی امیده گلتون؟ مشتک گوش کن در متریکس ای آی جی چار در چار عناصر قطره اصلی نقل دادم برای که در قطره اصلی آی با جی مساویس در قطره اصلی در اون نیست که تو متریکس تشکیل بدی این نشتا میکنی ای یک و یک کاما ای دو دو کاما ای سه و سه کاما آفرین شد بگیرین جاوش عناصر قطر اصلی اینجا شاگرده عزیز متریکس تون چند است؟ سه در سه یک متریکس مربعی است از قطر اصلی رو نخواستم در قطر فرعی آی باجه مساوی نیستم ای سطر اول سطر دو سطر سه اتون اول دوم سیوم اینجا خیلی تو بخاطر کنکور تو یک قطر چیست؟ فرعیس ای نوع خودتان برم بگوی ای یک و یک ای یک دو ای یک سی ای دو یک ای دو دو ای سی و یک ای ناصر بگوی ای یک سی ای دو دو ای سی و یک آفانی شد سعی شد؟ ای ناصر قطره فرش تو رو خون ای یک و سه ای دو دو ای سه و یک قطر فرایی سه عنصر داره در اینجا میبینیم که آی باجه مساوی نمیشه ببینید شاگرده عزیز در متریکس ما حالا مربعی نیست چار در سه است چار در سه یک متریکس مستطیلی است چون تعداد سطر با تعداد ستون مساوی نمیشه گوش کن گفته سه تا عناصر سطر دوم را دریابید کنکوری شه طریقه کنکوری اینا چون سطر دوم گفته نیم عناصر اولی باید دو باشد ای دو یک ای دو و سه تا از سه ستون باید تجاوز نشه این حال شد خالص فهمیدی؟ این حال شاگرده گرامی این حال چار سطر یک سطر دو سطر سه سطر چار سطر اساسیش یک سطون دو سطون سه سطون سعی شد کدام سطر گفته سطر دوم اینه میه اینه میره که ما به شما علقه کردیم اینه می نامالوم این حال یک شاگرد کنکور تشکیل تشریح میکنه سطر دوم ستون اول سطر دوم ستون دوم سطر دوم ستون سه ای دو یک ای دو دو ای دو سه مشتاقم کلش هم فهمیده شد باشه خودت فهمیدی فرسان میکنم پسانتر سعیز پس عناصر سطر چندم دوم ای دو یک ای دو دو ای دو چند سه و بخاطر اینکه مطمئن شوید این شکل رسم کنید چار سطر و سه ستون این میشه سطر دوم ستون اول سطر دوم ستون دوم سطر دوم ستونه ای دو یک ای دو دو ای دو سه همین جواب حاصل شد بگید سوال دیگه از شاگرد عزیز که متریکس ای جی دو در دو مساوی به آی مثبت جی دو در دو را تشکیل دهید گوش کو اول شاگرد عزیز شما میفهمید دو در دو یک سطر دو سطر یک ستون دو ستون ای یک یک ای یک دو ای دو یک ای دو دو بیشتر یازده مثال نمی کار کرد ای یک یک ای یک دو ای دو یک ای دو دو گوش کن ببینیم شما می فهمید که آی و جی آی یک جی دو آی یک جی یک با مذرن آی یک جی دو آی دو جی یک آی دو جی دو
در یک گفته دو تا رو با هم جمع، یک جمع یک دو، یک جمع دو سه، دو جمع یک سه، دو جمع دو چهار. مرتبه شم چیست؟ این تشکیل شد خلاص. ما براتون گفتم اونم تشکیل متریکس رو بفهمید اگه ساده است. اگر اینجا می بود آی ضرب جی، آی و جی را با هم ضرب میکردی. اگر می گفت آی منفی جی، آی از جی چی میکردی؟ تفریق میکردی. اگر آی تقسیم جی می بود، آی با جی تقسیم میکردی. مشتاق شاگردای عزیز، سوال بعدی است که متریکس ای آی جی سه در دو مساوی با آی سه در دو را تشکیل دهید. گوش کن. اینجا می فهمید شاگردای عزیز که سه سطر رو دو ستون است، یعنی متریکس مستطیلی است. یک سطر، دو سطر، سه سطر. یک ستون، دو ستون. ای یک و یک، ای یک و دو. ای دو یک، ای دو دو. ای سه و یک، ای سه و دو. خب متوجه باش، گوش کن. متریکس ما ای یک و یک، ای یک و دو. ای دو یک، ای دو دو. ای سه و یک، ای سه و دو. متوجه؟ در اینجا شاگرده عزیز گفته سکو آی آی تنها ناصر اولی رو بگی آی 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 اینجا تنها اول شد با میدی آی خیمه شد تنها اول شد بگی دون شنی یک دو سه آی ناصر اولی نیست باز یک دو سه ما اینجا با مرتبهش نوشته میکنی سه در دو با میدی اگر جی میگفت ناصر دو میش آن آی گفت ناصر اولی میش خلاص مشتاق سوال دیگه است که متریکس ای آی جی دو در دو مساوی با دو آی منفی جی دو در دو را تشکیل دهید. حالا متریکس یک سطر دو سطر، یک ستون دو ستون، دو سطر دو ستون. فهمیدی؟ پس میشه یک و یک، یک و دو، ای دو یک، ای دو دو. باید صحیح شد. گوش در اینجا شاگرده عزیز دو آی منفی جی، دو آی منفی جی، پس ایتو نشتا میکنی دو آی منفی جی دو در دو مساوی میشه با اینجا صحیح خودش تعریف میکنه آی دو چند کو منفی جی کو و فکرت را بگیری آی اول نیست دو یک دو، دو یک دو، یک کم کو یک امی گپ ما فهمیدی؟ آیا دو چند کو جی را کم کو دو دو چهار، دو دو چهار، یک شا کم کو اینجا نوشتک کو هر کدام شد در جایش نوشتک اینجا یک دو دو، یک دو دو، دو منفی دو صفر در اینجا دو دو چهار، دو دو چهار که دو برد دو اینا فهمیدی انشالله دو چند آی منفی جی یک و سه صفر و دو تکرار کنم باز آیا دو چند کنی دو یک دو یک برای یک دو دو چار یک برای سه دو یک دو منفی دو صفر دو دو چار که دو برای دو ای متریکس تان دوی در دو دو آی منفی جی سطر اول شد یک صفر سطر دوم شد سه و دو مشتاک ببینه متریکس دو آی مثبت سه جی سه در سه را تشکیل چون از مرتبه متریکس میفهمیم متریکس تان سه در سه مربع است سطر اول سطر دو سطر سه ستون اول دوم سه اون گوش کن ای یک و یک ای یک دو ای یک سه ای دو یک ای دو دو ای دو سه ای سه و یک ای سه و دو ای سه و سه ای را تشکیل بده و یازده بار در این مسئله را تکرار کرد ای یک و یک ای یک دو ای یک و سه ای دو یک ای دو دو ای دو سه ای سه و یک ای سه و دو ای سه و سه متوجه در این شاگرده این نهایت عزیز دعای مثبت سه چه سه در سه گوش کن یعنی آی که هست دو چند شود سه آی جی سه چند شود خودش برای تو میگه آی دو چند کو جی را سه چند کو باز جمعش کو صحیح شد دو یک دو سه یک سه
جمعش کو آفر. دو یک دو، سه دو شش، دو یک دو، سه دو شش، جمعش کو هشت. دو یک دو، دو یک دو، سه سه نو، سه سه نو، یازده. فامیل انشالله گوش کو آیا دو چند کو جینا سه چند کو باز جمعش کو. دو دو چار، یک سه سه، دو دو چار، یک سه سه، جمعش کو هفت. دو دو چار، سه دو شش، دو دو چار، سه دو شش، جمعش کو ده. دو چند کو دو دو چار، سه سه نو، دو دو چار، سه سه نو، سیزده. در اینجا دو سه شش یک سه، دو سه شش یک سه، آی دو چند جی سه چند، آی دو چند جی سه چند، دو سه شش سه یک سه، جمعش کنو. در اینجا باز دو سه شش، باز دو سه شش، شش شش، آی دو چند دو سه شش سه سه نو، دو سه شش سه سه نو، نو شش آنزده، سه در سه. سعی شد انشالله دوباره تکرارش کنم. آی دو چند جی سه چند، نتایجش با هم چند بگید. شاگردان حد عزیز، یکی از سوالای خیلی جالب کنکور آمدن که متریکس ای مساوی به ای آی جی سه در سه، دو آی منفی سه جی سه در سه باشد، مجموع عناصر قطر اصلی در قطر اصلی. خوب متوجه بشی، در قطر اصلی شاگردان گرامی آی با جی. آفرین شما. خیلی تو اول روشتن کن. سته عناصر قطر اصلی کل اگه متوجه باشه، چون های ای یک و یک، ای دو و دو، ای سه و سه. چرا تا ایجا؟ بخاطر که سه در سه است. اگه چار در چار می بود، ای چار و چار گوش کو آن. خب متوجه باشه که چی می بود. این هم سنگین شاگردان گرامی، اینجا شما میگه آیا دو چند کو جیره سه چند کو پیشتر جمع میکرد یا نه؟ تفریق کن سعی کن. دو یک دو، یک سه سه، خیلی دوشتش میکنیم. دو منفی چند سه کاما. دو دو چار، سه دو شش، چار منفی شش، سعی کن. دو سه شش، سه سه نو، دو سه شش، سه سه نو، شش منفی نو. همتون نشد؟ منفی یک، منفی دو، منفی سه. این سه تناسر شد افصله. سه تناسر قطر چی؟ یک اون دار بتا کنکور نمیه که جمعش کن. میگه فقط سه تناسر شد نشته کن. پای جامش منفی یک، منفی دو، منفی چند سه. اینا رو مجموعه میاره جمع کن. منفی یک، منفی دو، منفی سه. اما علامه ها جمع نمیشن. پای جام صحاب کن منفی شش شد. فهمیدین انشاءالله؟ تکرار کنم بگید. حالا دیگه از شاگردان گرامی گفتم که متریکس ای مساوی به ای آی جی سه در سه مساوی به سه آی مثبت چار جی باشه، مجموع عناصر قطر در قطر فرعی آی با جی مساوی نیست، میشه که به صورت یک سطر، دو سطر، سه سطر، یک ستون، دو ستون، سه ستون، قطر فرعی نمیست. این قطر ای خود سطر اول شد، قطر فرعی شده اینی. هر دوست نه این قطر فرعی. ایره لست کنیم شاگرده گرامی، ای یک سه، ای دو دو، ای سه و یک. سایز فکرم نشد، متوجه نمید. ای یک و چند سه. ولی اگه میتونه این کار انشالله کنم، مشکل ها نیست. بیشتر با شما ما گفتم اگر اون مسائل قبلی را دقیق یاد نگرفته باشه هیچ یاد نمیگیره. به مخاطر مزدود داد ده یازده سوال کن. صحیح شد؟ متوجه. اول سه تا عناصر شد تشکیل بده، باز جمعش آسان است. سه تا عناصر قطر
برای ای. خوب متوجه باش. سعی کن اینجا برات میگه سه آی چار جی. اول سه چند کو دوم چار چند کو. سه یک سه. سه چار دوازده. سه یک سه. سه چار دوازده. جمعش کن. خدا کنه فهمیده باش. سعی شد گوش کن. اول سه چند کو دوم چار چند کو. سه دو شش. سه دو شش. چار دو هشت. سه دو شش. چار دو هشت. سه دو شش چار دو هشت. جمعش کن چارده. یه دیگه شو. اول سه چند سه سه نو. سه سه نو. چار یک چار. سه سه نو. چار یک چار. سیزده. مجموعه که گفت شاگرده گرامی میره جمع کن. پانزده جمع چارده جمع سیزده. چهل دو. این شو. تکرار شو. فهمیده انشالله؟ بگید. اول سه چند شد دو؟ چار چند شد. این یک سه سه. سه چار دوازده. سه جمع دوازده پونزده. دو سه شش. دو چار هشت. شش و هشت چارده. سه سه نو. یک چار چار. نو چار. سیزده مجموعهش این جمعش کن. پونزده جمع چارده جمع. جابش میشه چهل دو. متریکس بعدی، سوال بعدی است. شاگردای متریکس مسئله به ای آی جی 3 در 4 2 آی سی منفی 3 جی بدون شک هم 3 در 4 میشه. باشه. مجموع عناصر ستون 4. اما اینجا فهمید چند سطر دارم؟ 3 سطر. سعی کنید. اول فقط من شما میگم عناصر ستون چندم. گوش کن لستش کامپوری چطور میکنی؟ این تو جور میکنی؟ که جی تمیشه چار شود. آیت از یک تا چند برسه؟ ای یک و چار. ای نه ای دو و چار. ای سه و چار. ای تو نشه که بردم و تعدامش بودی. باید از سه سطر زیاد؟ نشه. ای نجور شد. باز بگوی؟ تشکیل بطور؟ تشکیل چه یاد داری شما؟ آفری. سعی شد؟ این آن شاگرده هستید گوش کن. اینجا برای شما میگه متوجه که آیا دو چند کو جیر سه چند کو. دو یک دو. دو یک دو. سه چار دوازده. دو منفی دوازده. کاما ایره دو چند کو دو دو چار. سه چار دوازده. چار منفی دوازده. کازیرم دو چند کو دو سه شش. سه چار دوازده شش منفی آفر این میشه که این لستش هست منفی ده منفی هشت منفی شش این عناصر ستون چندم شد که در کنکور فکرت باشه یکم دفعه نمیاد جمع کن فقط میگم عناصرش رو بگو وقتی که عناصرش رو گفت خیلی چی رو منفی ده منفی هشت منفی چند باز وقتی که گفت مجموعه یعنی یا را با هم جمع کن بازی را کلش جمع میکنی درست است پس مجموعه از شاگرده از منفی ده منفی هشت منفی شش که جواب سوال میشه منفی بیست و چار مشتکنی سوال بعدی شاگرده گرامی متریکس ای مسایس به ای آی جی سی در چار پنج آی منفی سی جی پس مجموع عناصر سطر دو ایم اول لست میکنم عناصر سطر دوم سطر دوم است نیم پس آی باید همیشه دو باشه دو یک دو 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 سه تا دو چار به خاطر تا دو چار رفته چار ستون است چهار ستون. تا اینجا لکچر باش. صحیح شد انشاءالله. این به شکل کنکوری تشکیل شد. این حال شاگرده عزیز. این را صحیح کنیم. اینجا به شما گفته که آیا پنج چند کو جیر سه چند کو. پنج دو. ده. یک سه سه. ده که سه برا. آفت. از تفریق شد. پنج دو. دو سه. شش. از ده که شش برا. چهار. باز پنج دو
سه نو از دک نمره یک پنج دو سه چار منفی دو این جوابش نیست. این چی هست شاگرده است؟ عناصر سطر دو این ها شاگرده است مجموعش جمعش کن از جمع چار جمع یک منفی دو در یاد گرفته انشاءالله بازم این قسمت تکرار میکنم آی پنچند میشه جی سی چند سی کو پنج دو ده تک سی برای افت پنج دو دو سی شش دک شش برای چار پنج دو ده سی نو دک نو برای یک پنج دو ده چار سی دک دوازده برای منفی دو عناصر سطر دو افت چار یک منفی دو مجموعش افت چار یازده و یک دوازده که دو برن مشتق سوال آخری است اگر گفته ای مسای و ای آی جی سی در چار پنج آی منفی سی جی متریکس باشد در اینجا شاگرد گرامی این یکم تا متاسفانه که وقتی که ست همه خواند باز در چورت ست بیدنه اینجا لفیشیست که همون عناصر سطر سی من لست کن لستش کن فهمیده اینجا نگفته جمعش کن ای شاگرد عزیز پس من مشتق میکنم عناصر سطر وقتی که عناصر سطر سوم میگم این تو مانا داره که ای عناصر اولی سه ای سه و دو ای سه و سه متاسفانه یک تعداد باید نمیتونه فهم تو قطار کده میره تا ستون چهارم هم داری تو نشه که ای سه و پنج ای سه و شش هم تو قطار کده بید صحیح شد فرجه باش این حال عناصر ست عناصر اگر نشته کنیم ست عناصر سطر مجموعیش نگفته نمیه ستش اینی لستش کو برم اول سه چند کو پای سه سه یک سه از پانزده که سه برن دوازده پای سه دو سه نو پای سه 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 شش پنج سی چار سی سی این هلست شد این همی جواب می باشد در کنکور امید انشالله اگر گفت مجموعه بازی ها را با هم جمع می کنی حالا چون نگفتن مجموعه سه در ناظر سطره پای دوازده نو شش سی قصه نکن یا بعد در اوقات شاگرده گرامی این دست داخل سطر قلوز خورد آموشتن می کنه دوازده نو شش سی هر دوش یک مانا رو دارم امید انشاءالله بگیم ما این چی؟ ببین متریکس سطری تو تعریف میشه که تنها دارای یک سطر باشه شماره تعداد سطر چی بود؟ N بود یا M؟ M بود یعنی قیمت M یک باشه هر متریکسی که تعداد سطرش یک تا باشه متریکس سطریست مثال اول متریکس مساوی با دو پنج در چند قطار افقی داره یک تا چند تا افقی داره یک تا دو تا سه تا های مرتبه متریکس آفر صحیح شد انشاءالله گوش کن در کنکور با شما این سوال میان بله مثلا می کدام یکی از متریکس های زید سطریست اما جواب بگیرید که شماره سطر یک باشه یک مثال مثال دوم شاگرد عزیز بی مسای بر بی آی جی ایتو هم میاد یک در چند افت شما آی جی ام چند است یک افت ستون داره یک پس متریکسی که داره یک سطر باشه پورا بنام متریکس سطریات میکنی کدام گرم خواست دیگه شد نیست دیگه ام قیمتش یک است سایش دن شما بگیرید دو مثال مثال شماره دوم متریکس یا نه دوم متریکس شاگرده گرامی متریکس ستونی تنها داره یک ستون باشه یعنی اینجا قیمت این یک است تعداد ستون یک است مثال اول اگر داشته باشیم متریکس مساوی باشه با دو هفت شش سه سطر دارن یک ستون دارن ببینید شماره ستون چند شد؟ یک شد متریکس ستونیست آفرین
یا متریکس بی شاگرده عزیز مسای بر بی آی جی. دیروز گفته بودیم که بی کلان نام متریکس، بی کوچک عناصر متریکس، آی شماره سطر، جی شماره سطور. و اینجا فرض کنیم باشه 4 در 1 متوجه هستی؟ 4 سطر 1 ستون. پس متریکس هایی که فقط دارای 1 ستون باشن بنام متریکس های ستونی یا میشن. گفت گرفتی؟ اگر ام 1 شود امید انشالله، اگر این هم 1 شود پس شاگرده از مرتبه متریکس میشه چی؟ پس متریکس 1 در 1، 1 در 1 هم سطری است. آفرین شما. و هم ستونی و هم مربعی است نه؟ چون سطر و ستونش با هم. اینان اگه سوال شد متریکس 1 در 1 چی گونه است؟ هم سطری است، هم ستونی و هم مربعی میشه. امید داشت انشاءالله. مشتاق نیم سوال. تاکنون شاگرده عزیز متریکس صفری شماره 3 است. تمام عناصر را صفر باشه. و متریکس یک صفری است. من سوال سعی میکنم. مثلا 2 0 0 0 این صفری است؟ نیست. چون یک عنصرش 2 است. اگه 2 برطرف شده و عوضش؟ پس یک متریکس صفری است. در کنکور سوال میاد کدام یک از متریکس های زید صفری است. همون گزینه را انتخاب کنید که کل عناصرش صفر باشه. دیگه اگر داشته باشیم این یک صفریه 2 در 2 مربعی هم هست نیم؟ 2 سطر و 2 ستون داره. 0 0 0 0 0 0 0. این شاگرده عزیز 2 در 3 است. یک متریکس صفریه 2 در 3 است. آفرین شما باز. دیگه مثال سه میشه شما دقت داشته باشید. گوش کن. اما اگر باشه یه فرض کنیم با معذرت ای تو باشه 0 0 0 0 این متریکس 1 در 3 است. هم سطری و هم صفری در اوت تانا هم هسته مثال صفحه بعدیش با میده آفرین شابا این متریکس صفری هم شد. چی هم شد؟ سطری هم شد. اگر باشه 0 0 0 0 3 در 1 یام هم ستونی و هم صفری است. صحیح شد انشالله. پس متریکسی که تمام عناصر دو صفر باشن بنام متریکس صفری یافت میشن. مشتاق شاگرد عزیز شماره 4 متریکس مربعی است. متریکس مربعی اگر ام با ام مساوی شود به این معنی که تعداد سطر با تعداد ستون مساوی شود متریکس بنام متریکس مربعی یاد میشه. گوش کن. مثلا ما داشته باشه متریکس ما مساوی باشه به 2 6 3 2 این حال اگه حساب کنیم 1 سطر 2 سطر 1 ستون 2 ستون درست است؟ این متریکس ما میشه 2 در 2 یعنی ام هم 2 است، ان هم 2 است. یک متریکس مربعی است. آفرین شما. دیگه شاگرده گرامی متریکس بی ما فرض کنیم مساوی باشه به بی آی جی. بی آی جی فرض کنیم 6 در 6 در کنکور میاد 6 سطر و 6 ستون. چند عنصر داره این متریکس؟ 6 6 36 عنصر داره. و این 2 2 اگر در کنکور یک متریکس هم میتونه میگه چند عنصر داره شما سطر و ستون با هم ضرب کنید. مثلا در فرم این سوال میاد میگه این متریکس چند عنصر داره؟ 6 6 36 تا. صحیح شد انشاءالله. مثال سیم شاگرده گرامی اگر داشته باشیم 0 0 0 0 این هم 0 0 0 0 این هم 0 این هم 0 این هم 0 متریکس چند؟ هم مربعی است و هم صفری و هم صفری است. خلاصه گرم که در متریکس که تعداد سطر با ستون مساوی شود بنام متریکس مربعی یا میشه. اگر نشه متریکس مستطیلی است که مثلا متریکس چی بود؟ سطری ستونی کلش از جمله متریکس های
مستطیلی بود. آفرین شما. بحث مربعی بحث منفرد و چی داره؟ غیر منفرد. انشاءالله در این چرا بعدی مفصل در مرادش ما شما بحث میکنیم.